چیچک تو مثل فرشته‌ای، مثل فرشته‌ای قصه ها. داداش سیا اونا رو بده به چیچک. باشه چیچک، اینا برای توه، بگیرش. مال توه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نسلیهان گلا رو بذار تو گلدون عزیزم. چیچک دخترم تو هم برو قهوه درست کن. ببینم چرا از جات بلند شدی؟ من اصلا نمیدونم که از هیجان چی کار کنم. یمان چیزه، چطوره برم به چیچک کمک کنم؟ ها؟ نمیخواد. بشین آروم باش. آروم باش، تو مثلا دامادیه، یکم سرسنگین باش. باشه. یمان اگه اونا چیچک رو به ام ندن چی میشه؟ ها؟ میدن. نمیخواد نگران باشی، هیچ کس نمیتونه شما رو از هم جدا کنه. نکن نسلیهان، اصلا دلم نمیاد. نمیشه که نباشه، رسم دیگه. خیلی ممنونم. خیلی ازتون ممنون. دست درد نکنه. دست درد نکنه چیچک. عمو جون، مگه نباید قهوه ی داماد شور بشه؟ چطور تونستی قهوه رو بخوری؟ بد نبودم. نه بد نبود یوسف جون. عمو جون اون قهوه رو نخور، توش نمک ریختن. آی الهی قربونت برم، اینو از کجا در آوردی؟ آبجی دلت به هم گفت توی قهوه یه داماد نمک میریزن که شور بشه، رسم. نگران نباش خاله جون، این قهوه شور نیست. باشه، آتش برای من شورم باشه، میخورم. از دست چیچک همه چی برام مثل عسله. یمان چیچک خواستگاری کنیم، نشستیم اینجا قهوه بخوریم. ها زود باش دیگه. خیلی خوب باشه. خب دلیل جمع شدنمون اینجا مشخصه، دخترمون چیچک و داداشم زیا هم دیگر رو دوست دارن. ما هم به امر خدا و سنت پیامبر چیچک رو برای داداشم زیا خواستگاری میکنیم. از اینجا به بعدش منم بلدم. اما چنگیز باید بگی دادیمو رفت.
یکم صبر داشته باش آتیش بره، ببینم عمو چنگیز میخواد چی بگه. میگم که همونطوری که ازدواج سنت پیامبره، کار آدم تو هر دو جهان آسونتر میکنه. من آقا زیا رو میشناسم، شک ندارم چیچکو خوشبخت میکنه و تا آخر خوشحال زندگی میکنن. ممنون چنگیز. خب این دو نفر همدیگر رو دیدن، شناختن، عاشق شدن. ما هم باید بگیم بله. آقا کوچیک، از اینجا به بعدش با شما. مبارک باشه. مبارکی. به تبریک میگه. خیلی ممنون. انشالله قدم با خیر و برکتی داشته باشه. ممنون داداش زیا. خیلی ممنون سر. مبارک باشه آقا زیا. خیلی ممنون. مبارک باشه آقا زیا. ممنون ازلت. آقا زیا میتونی بری. دوباره بهتون تبریک میگم. چک الان تو رو به من دادن؟ نه البته منم به تو دادن. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه با تو یکی شدن، یه جا شدنمون قشنگه، چقدر خوبه. چیچک برای اولین بار با تو فهمیدم یه مرد چه حسی داره. مثلا حس قوی بوده، جسور بوده، همه اینا به خاطر تو. اگه یه تار مو از سر تو کم بشه دنیا رو آتیش میزنم. منم با تو یاد گرفتم که دوست داشتن چه معنی داره، ولی نمیخوام کسی ببینه، خیلی خجالت میکشم. نه نه نمیخواد خجالت بکشی چیچه، ما دیگه با هم نامزدیم و به زودی ازدواج میکنیم. من مثلا من خیلی دوست ندارم برم بیرون، ولی دیگه اینا رو پشت سر میذاریم فقط به خاطر تو. از هر چی که مانم بشه عبور میکنم، مثلا این که ما همیشه تو حیاتیم، دیگه اصلا بیرون نمیریم، هر کاری که تو بخوای انجام میدیم، هر کاری تو بخوای. چی میخوای چیچک ها؟ بگو. با تو همه چی خیلی قشنگه آقا زیا، تو بگو چی میخوای. مثلا من آشوره خیلی دوست دارم، هر وقت خواستیم میریم یه شیرینی فروشی و با هم آشوره میخوریم، بعدش با تو کل استانبولا میگردیم، با کشتی سوار کشتی میشیم و به پرنده غذا میدیم. من اونا رو خیلی دوست دارم. میشه مگه نه؟ ها؟ میشه آقا زیا، خیلی خوبه. چیچک دیگه از این به بعد به من بگو زیا.
باشه آقا زیان. میگم آقا زیان، بازم نتونستم. میتونی بگو. زی یا زی یا بگو. زی آره یا. بگو دیگه. درست آقا زیان، تو میتونی. درست میشه، درست میشه، بالاخره موفق میشی، من میدونم. درست میشه، همه چی درست میشه، من باور دارم. زیا 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 آقا نظری زیا. نه جواب نمیده، گوشیشو جواب نمیده، جواب نمیده. علیم جواب نمیده. اینا الان حتما دارن عقد میکنن. آره سمیرا خانم، نذاشتی این دوتا نامزد بشن، اومدی از زیر بارون فرار کنی، گیر کردی زیر تگرگ. حتما رفتن با هم عقد کنن، سحر دوست آبجیم رفته بود اینجوری عقد کرده بود. همه اینا رو میگن، آدم ها اصلا دوست ندارن وقتشون رو تلف کنن. ببین چه بلایی سرمون اومد. پس یعنی اینم جدیدن مد شده سمیرا خانوم؟ میرن همین جوری بی اجازه ازدواج میکنن؟ اینا جوونن، جوونای این دوره و زمونه، نمیان به حرف من و تو گوش بدن که. با خودشون گفتن با این کارشون حتما پدر مادرشون خوشحال میشن، باهاشون لج میکنن. کژال و ابراهیم هم دقیقا همین کاری کردن. وقتی مامانش زد تو جاده خاکی و گفت که من قبول ندارم و این ازدواج نباید سر بگیره، وقتی عشقشون رو از دماغشون در آورد، اونام بدون هیچ درد سری رفتن محضر رو ازدواج کردن. آه سمیرا، آه سمیرا، تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ وای خدای مهربون، حالمو میبینی؟ اجازه ندادی نامزد بشن، حالا دیگه نمیتونی عقدشونم ببینی. من چی کار کردم؟ اگه الان بیانو بگن ما میخواییم با هم نامزد بشیم، منم فوراً بهشون اجازه میدادم و میگفتم هر کاری میخواییم بکنین. دخترم، من دخترم از خودم رنجوندم. خدای من. یعنی مامانم باور میکنه؟ ام سلطانه است، حلش میکنه. خوب گوش کنین بچه ها، ما نباید اشتباه کنیم. نقشمو بهتون میگم. به سمیرا خانم مشت نشون میدیم که به سیلی راضی بشه. فداتون بشن. چرا اینجوری به هم نگاه میکنین ها؟ مگه چی گفتم که نفهمیدین؟ سمیرا خانوم باید فکر کنه که شما مخفیانه رفتین با هم عقد کنین. ترس این که بیخبر از اون میخواین با هم ازدواج کنین و به جونش میندازین. دویگو دخترم، وقتی مامانت فکر کنه تو رو از دست داده، اون موقع خودش راضی میشه به نام زدیتون، فهمیدی؟ خدا کنه. کار تمومه، مامانم راضی شد. عمه سلطانه میگه یکم صبر کنین بعدش بیه. سحر ببینم وقت داری؟ میخوام در مورد یه موضوعی بهم کمک کنی. البته. سحر چیزه؟ میدونی که من از بچگی ترسایی دارم که هیچ وقت دست از سرم بر نمیداره. دیگه میخوام به خاطر چیچک آدم قوی بشم، میخوام مسئولیت پذیر بشم. میگم که چیزه، راستش دکتر عزیزو یادته؟ رفته بودی پیشش، وقتی رفتی پیشش حالتو خوب کرد.
نظرت چیه؟ من یه جلسه برم پیش اونا؟ میرم ترسامو بهش میگم، شاید بتونه حالمو خوب کنه سهر. میشه؟ معلومه که میشه داداش زیه، ولی آقا عزیز این کارو ول کرده. به من یه لیست از دکترایی که توصیه میکنه رو داده. نگران نباش، من شخصا ترتیبشو میدم، همه چی درست میشه. این برای تو خیلی قدم مهم و خاصیه. خیلی ممنون سهر، ممنون. اینجاست. ولی اینجا اسم یه عالم دکتره. یعنی کدومش برای وضعیت داداش سیو مسیطره؟ بهتره به خودش زنگ بزنم و بپرسم. واسه چی زنگ زده؟ یعنی از این اتفاقات خبر داره؟ الو؟ خدا کنه مزاحمت نشده باشم. چطوری؟ حالت خوبه؟ خوبم، خیلی ممنون. تو حالت چطوره؟ منم خوبم. برای مشورت در مورد وضعیت زیو به زنگ زدم. میدونی اون داداش یامانه یه سری مشکلات داره. منم به لطف تو خوب شدم، واسه همین بهت اعتماد دارم. به لیست دکترایی که داده بودی نگاه کردم، ولی نمیدونستم کدومش بهتره. خواستم از تو بپرسم. اون اوایل که خیلی ازم عصبانی بودی. وقتی تو ترافیک با هم روبرو شدیم نه؟ ولی بعدش به عنوان دکتر عزیز با هات روبرو شدم. خوبه که روبرو شدم. اگه تو نبودی اصلا موفق نمی شدم. منو با همه یه ترسام روبرو کردی. کاری کردی که زندگیم با اونو دوباره به دست بیارم. از این که با هات روبرو شدم خیلی خوشحالم. خیلی دوران خاصی بود. برای منم خیلی خوب بود. تو لیستی که بهت دادم اسم دکتر عمرم هست، به اون زنگ بزن. باشه، خیلی ممنونم، میبینمت. سحر چطوری؟ یعنی واقعا حالت چطوره؟ همه چی رو بره؟ همه چی مثل قصه ها قشنگی، نگران نباش. خوبه، همیشه خوب باش، مراقب خودت باش. تو هم همینطور، به خاطر همه چی ازت ممنونم. خوبه که هستی. میبینمت. اون بود. آره عزیز یحیی اوغلو، اون بهت زنگ زده بود. نه من زنگ زدم به خاطر داداش سیام، گفتش میخواد بره پیش دکتر عزیز برای خوب شدن اون. از این به بعد نمیخوام به هر دلیلی با اون یارو حرف بزنی اصلا. چرا تو هنوزم عصبانی هستی؟ نکنه مسائل گذشته هنوزم تموم نشده؟ تو خیلی چیزا رو نمیدونی، به من اعتماد کن. اون دیگه اون مردی که تو میشناختی نیست. من فکر نمی کنم اون آدم بدی باشه. چطور به این نتیجه رسیدی؟ قطعا هرچی یه دلیل قانع کننده ای داره. تو فقط کاری رو که گفتم بکن، دیگه با اون یارو حرف نزن. باشه، تو هر کاری بگی من انجام میدم. نه زنگ میزنم نه باهاش حرف میزنم. میدونم تو همیشه خوبی منو میخوای. اومدم بهت خبر بدم که میخوام برم دفترم. ندیم زنگ زد، فوراً باید برم. باشه، میبینمت. میبینمت. جواب بده، جواب بده. بگو چی میخوای؟ خوب به حرفم گوش کن. دیگه اصلا دلم نمیخواد با همسر من حرف بزنی. فهمیدی چی گفتم عزیز یحیی اوغلو؟ وگرنه پشیمونت میکنم. از این به بعد دیگه هیچی نمیتونه جلو ما بگیره. ازم بترس. کافیه. این تویی که بعد از منو کارام بترسی یا من کرمانی؟ اتفاقی که نمیخواستی افتاد. تو هم برای ترسوندن آدم مثل مافیا داری بقیه رو تهدید میکنی.
آفرین عزیز. برو کنار دخترم، برو زود باش. اگه مجبور بشم میرم همه سالونای عقدو میگردم تا جواب بله رو نگفته هر جور شده میارمش خونه. سمیرا خانم ولم کن. آی خدایا سرم داره گیج میره. سلطانه خانم، سلطانه خانم، شما حالتون خوبه؟ وای حتما بازم فشارم رفته بالا. بابا خدا بسته. سمیرا خانوم ببینم مگه تو دیوونه شدی؟ اونا تا حالا حتما کارشونو کردن، حتما تا حالا عقد کردن. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که کارشونو قبول کنیم و لپشونو ببوسیم. همین سمیرا خانوم. آره ماما، به نظرم باید خیلی آروم منتظر اومدنش باشی. آه نه نه نمیشه، من نمیتونم اینجا بشینم و منتظر بمونم. برو کنار، برو کنار، برو کنار ببینم. نکنه نکنه کارت ملی مو یادم رفت. ما باید بریم، یه کار خیلی فوری داریم. دخترم خوشگلم، دختر یکی دونم، من میدونم میخوای کجا بری. تو رو خدا نکن نرو. ببین من میخوام تو رو با لباس عروس از این خونه بفرستم. باشه میدونم ازم عصبانی هستی و از دستم ناراحتی، من ناراحتت کردم، ولی بازم دلتو به دست میارم. ما از امروز کارای نامزدیتون رو شروع میکنیم مگه نه سلطان خانم؟ آره سمیرا خانم، شروع میکنیم. بیا بیا دخترم، بیا بیا دخترم، بیا عزیز دلم، بیا. آی خدای من. چه آدم خوششانسیه، این دومین باره که از دستم در رفت. من الان باید به اون روانی چی بگم؟ داداش هنوز نتونستم موفق بشم. بیارزه احمد، اگه امروز این کارو تموم نکنی شب میری تو امارت و زیا کرمانی رو میاری. به قیمت جونت هم شده باید بیاریش. اگه دفعه دیگه زنگ بزنم پیشت نباشه تیکه تیکت میکنم میدم به سگ و بخورته. سلام چیچک خانم، دارین کجا میری؟ میخوام برم شیرینی فروشی برای آقا زیا عاشورا بخرم. اگه شما هم چیزی میخواین براتون بگیرم. ممنون، دستت درد نکنه. زنگ بزنم تاکسی بیاد دنبالتون؟ نه لازم نیست، پیاده میرم. میشه یکی از اونا بهم بدی؟ میخوام برای یه همسر آیندم بخرم، بقیهش هم مال خوده. خسته نباشی، خیلی ازتون ممنونم. بادکنک خوشگلیه، رنگش هم قرمزه. چیچک حتما خوشش میاد، قشنگه. بالاخره تونستم تو ما رو پیداش کنم. اگه اشتباه نکنم میخواد با اون یکی سرهنگه که رفته خواستگاریش نامزد کنه. داداش منو فرستادن زیر خاک و منم فرستادن زندان. الان داره اون بیرون کیف میکنه. آره تقاص این کارشو پس میده. بیا نزدیکتر. تو کوتاه‌ترین زمان کارشو تموم کن.
چشم داداش. قبل از مردن باید اسم منو بشنوه. بگو داداش طغرل بهت سلام رسون. باشه داداش فهمیدم. میخواستم خودم انجامش بدم ولی دیگه واسم فرقی نداره. به زودی مثل داداشم میری زیر خاک سرهنگ دویگو. به زودی. وای خدا، پس این چیچه کجا مون؟ من بیرونم. راستش خیلی دلم میخواد با تو برم تو شیرینی فروشی چایی بخورم. انجامش میدم. من میرم. انجام میدم. تازه اون خیلی دلش میخواد که با هم بریم بیرون. واسه همین پیام داده. من میرم. انجامش میدی زیا. انجامش میدی. تو باید بری زیا. آره میرم. تو کجایی چیچک؟ پس کجایی؟ زود باش گوشی تو جواب بده. جواب نمیده. تو چی شده؟ چیچک سب کن. دارم میام. به لطف تو نامزد تو یادم. خداحافظ. زیا بزن. گلوله هم تموم شد. بزن. گندش بزنن این بازی رو. دوباره سوختم. بگو تونستی حلش کنی؟ حل شد داداش. ماموریت تمومه. بالاخره گرفتمش. خوبه. خودشه. کارت خوب بود. با این کار جونتو نجات دادی. بسته رو تحویل کازم بده. از این به بعد نمیخوام اشتباهی انجام بدی. باشه داداش. حرفامو فراموش نکن. بعد دزدیدن زیا کرمانی باید گیر بیافتی. شیرفهم شد یا نه؟ این کار فقط دزدیدن اون یارو نیست. کار اصلی بعدش شروع میشه. یه کاری بکن که یامان پیدات کنه. وقتی پیدات کرد ازت میپرسه که این کار کی بوده، اون موقع تو چی میگی؟ ها؟ حرف نمیزنم داداش. بمیرم هم اسمتو نمیگه. جواب اشتباهه. میگی کار عزیزیه یا اغلوه. اگه لازم شد میری زندان و بعدش میای بیرون، ولی پولی که بهت میدم خستگی اینا رو در میره. نظرت چیه؟ میدونم به پول خیلی نیاز داری. تو بزرگ منی داداش. خدا ازت راضی باشه. هر چی میگی همونه. ایشالا رو سفیدت میکنم. خیلی خب برو. ببینم چی کار میکنی.
هر کاری کردم ولی نتونستم عزیز و کرمانی رو به جون هم بندازم. پس یه بمب اتم میتره کنم. بعد اینکه زیارو از تانگو تحویل گرفتیم میبری به مکان امن خودمون. اونو میکشی. تانگو تم به یامان میگه از عزیز دستور گرفته. یامان هم جنازه داداشش رو پیدا میکنه. بعدش بوم. یه گولوله تو سر عزیز خالی میکنه. با یه تیر دونشون میزنیم. یکیشون میره زندان. اون یکی هم میره قبرستون. در حال باید از شر هر دوشون خلاص میشیم و میشیم تنها رئیس خانواده. نقشم چطوره؟ بنال دیگه. داداش اصلا دلم نمیخواد دشمنت بشم. خدا نکنه. بابای خدا بیامرزم میگفت تو هیچی نمیشی. ولی اشتباه کردی بابا جون. ببین دارم کاری میکنم که با دستای خودم برم تو جهنم. دقیقا مثل دیوونه ها. اسمم ادریس لنگه. کازم مرغ تو قفسه داره میاد پیش تو. میگیریش و یه گلوله حرومش میکنی. یه لحظه صبر کن. حوله یه همومو به لیست اضافه کن. همه وسایل حموم باید با هم ست باشن. باشه؟ ها. آره منم گفته بودم. نوشتم مامان. بیا خودت هم ببین یه وقت چیزی کم و کسر نباشه. ها. سلطانه خانم تو هم یه نگاهی بهش بنداز. خدا رو شکر تموم شد. همه چی رو نوشتیم. چیزی کم و کسر نیست. قربونتون برم شما بیان یه نگاهی بندازین. اگه شما هم چیزی به ذهنتون رسید بنویسین. ببر دخترم. چیزه یکم زیادی نیست؟ این همه چیز لازمه؟ همه وسایل خونه رو نوشتین با یه چایی و کیک سر و تهش رو هم می آوردیم. اینجا نوشتین بغچه راستش؟ دخترم اصلا امکان داره؟ دخترم داره نامزد میشه. مثلا جهیزیه عروسه. هر چیزی که تو رسوماتمون هست باید تو بغچتون بذاریم دخترم. مامانت حق داره. از بغچه بگیر تا گل، انگشتر و سرویس و شیرنی و همه چی باید حاضر و آماده باشه بچه های گلم. اصلا وقت تلف نکنین وگرنه تا شب نمیتونیم ترتیب اینا رو بدیم. وقتمون خیلی کمه. یالا هر کی بره سر کار خودش. یالا. یالا. خدا رو هزار مرتبه شکر. یه قدم خوب و مثبت تو این راه برداشتیم مگه نه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. الهی خدا خوشبختشون کنه. اینجوری واسه ما هم خوب شد. ما دیگه فامیل محسوب میشیم. زبون همدیگر رو دیگه خیلی بهتر میفهمیم. خیلی از فامیلا هستن که نمیتونن نقطه مشترک پیدا کنن. ماشالله به خودمون. بعضی وقتا تو گرفتن تصامیم اشتباه میکنیم ولی خدا رو شکر که زود متوجه میشیم و درس میگیریم. معذرت خواهی هم میکنیم. اینم خودش یه هنریه. وایسا سلطان خانم. یه لحظه صبر کن ببینم من اشتباه میکنم. اولین اشتباهو برادرزاده تو نکرد. دختر دست گلمو ناراحت کرد. چی کار میکردم؟ دست و پامو میبستم و منتظر میموندم. بگذاریم سلطان خانم. میذارم پای فراموشید. دیگه کشش نمیدم. آخر این صحبت ها به کجا میرسه؟ خدا کنه دوباره دعواشون نشه.
بگذریم قربونت برم. بی خیال گذشته بشیم و به آینده فکر کنیم، مگه نه؟ کار زیاده و وقتمون کم، زود باش بلند شو بریم آشپزخونه. خیلی خوب. حساب کن. خیلی ممنون. خدا کنه همه چی خوب بشه. امروز انگار خوشبختی بچه خودم رو دیدم، خیلی خوشحال شدم. آقایامانم برای آغازی ها خیلی خوشحال بود، مگه نه؟ یکم بابت کار ناراحت بود، اما به خاطر داداشش خوشحال بود. چرا آقایامان ناراحته؟ مشکلی پیش اومده؟ اون بود، آره؟ عزیز یحیی اوغلو، اون بهت زنگ زده بود؟ نه، من زنگ زدم به خاطر داداش زیاد. گفتش میخواد بره پیش دکتر عزیز برای خوب شدن. از این به بعد به هر دلیلی دلم نمیخواد با نور حرف بزنی اصلا. سهر خانم، چیز مهمیه؟ داداش چنگیز. سهر خانم چی شده؟ چرا اینطوری میخواد؟ زیارو دزدیدن. جلوی چشمم اتفاق افتاد، من نتونستم کاری کنم. وقت عزیز داره تموم میشه، خیلی وقت از حدش گذشته. برای نابود کردن اون فقط یک قدم مونده بردارم، فقط یک قدم. هنوزم در مورد آتش سوزی انبار سر نخی نداریم. باید مطمئن بشم قبل از تموم کردن این کار، باید مطمئن بشم که کار اونه. بفرمایید. اتفاق بعدی افتادی، داداش سیارو دزدیدن. یعنی چی زیارو دزدیدن؟ چطور؟ اول چیچه که بیچاره رو گرفته بود، دست و پاشو بسته بود، از گوشیش به داداش زیا پیامک داده بود که بیا. الان اون داداش زیا رو گرفته، ولی در عوض چیچه که ویل کرده. خواهش میکنم نجاتش بدی. ماشی آروم باش، ببینم چیچک نتونسته پلاک ماشین رو ببینه؟ یادش نمیاد، خیلی ترسیده، یادش نمیاد. باشه، منتظر خبرم بمونید. لعنتی. کافیه، تو باید از من بترسی، نه اینکه من از تو بترسم. یمان کرمانی. یعنی کار کی میتونه باشه یمان؟ تو چیزی نمیدونی؟ میدونم، کار عزیزه. اون عوضی چند ساعت قبل بهم زنگ زد و تهدیدم کرد. با دستای خودم خفش میکنم، ولی اول باید داداشمو پیدا کنیم. سریع به پلیس خبر بده تا قضیه رو پیگیری کنه. با چیچکم حرف بزن، میخوام همه استانبولو زیر و رو کنیم. ندیم، باید پیداش کنیم. باشه، کجا میخوای بری؟ ممکنه جونت در خطر باشه. دیگه هیچ چیزی برای من مهم نیست.